اگه دنبال کار تخصصی تو رشته های فنی میگردین، اگه مهندس، مدیر پروژه، معمار یا تکنسین هستین، دوره های آموزشی فناوران با هدف دریافت لایسنس های دولتی و سرتیفیکیت های کانادایی برای شما طراحی شدن تا بتونید به سرعت با تخصص و تجربیات خودتون توی کانادا مشغول به کار بشید. دوستان سلام و عرض ادب، امیدوارم حالت خوب باشه. من محمد امانی هستم، مدیر انجمن فنی مهندسی فناوران. امروز و امشب در خدمت لیدیا خانم خلیلی هستیم با بکگراند معماری، یک امیگرانتی که تمام این مراحل رو طی کرده، BCIN رو گرفته، چلنج های بالا پایین های دقیقا معماری رو توی کانادا دیدن. خیلی مفتخریم که لیدیا خانم رو به عنوان یکی از اولین در حقیقت فارغ التحصیلان فناوران داریم دعوتشون میکنیم به این وبینار هایی که فناوران داره برگزار میکنه. باعث افتخار فناوران هستش که لیدیا خانم افتخار دادن وقتشون رو گذاشتن تو اینجا. و لیدیا خانم خیلی خوشحال میشم که هم خودتون شروع بفرمایید. سلام عرض ادب دارم خدمت دوستانی که همراه ما هستن تو وبینار امروز. من لیدیا خلیلی هستم، فوق لیسانس معماری از ایران هستم و BCIN qualified در designation های small building و house. من اسکرینم رو با اجازهتون شیر میکنم. خب به طور کلی امروز موضوعی که ما میخواییم صحبت کنیم در مورد اینه که یه نفر فردی که در حقیقت با بکراند معماری وقتی به کانادا میاد چه مسیرهایی رو میتونه پیش ببره در اسکیل های مختلف، در لول های مختلف، با کارایی های مختلف. میخوایم امروز راجع به این موضوع صحبت کنیم که افراد آشنا بشن که اگر میخوان در زمینه معماری و ساخت و ساز در کانادا ادامه بدن، مسیرشون رو ادامه بدن، چه آپشن هایی برشون وجود داره. به طور خاص ما امروز میخوایم راجع به پروسه آرکیتکت شدن و مسیرهایی که در استان اونتاریو و مسیرهایی که در استان بریتیش کلمبیا وجود داره صحبت کنیم. در مورد پروفشنال انجینیر PEng در کانادا پروسش صحبت کنیم و در مورد بیلدینگ کد اصلی کانادا که نشنال بیلدینگ کد هست و بیلدینگ کد های استانی که برگرفته از نشنال بیلدینگ کد هست، به طور خاص در مورد اونتاریو بیلدینگ کد و بریتیش کلمبیا بیلدینگ کد صحبت بکنیم. پروسه اول از همه که با آرکیتکت شدن شروع میکنیم. پروسه آرکیتکت شدن در کانادا یک پروسه ثابتیه برای کل کانادا، یعنی مراحلی که شما پیش میبرید همه جا یکسانه، فقط یه سری تفاوتهایی در استانهای مختلف وجود داره. به طور مثال اسسمنت های مختلفی دارن که هر استان برای خودشون دارن. قدم اولی که شما برای آرکیتکت شدن باید بردارید ارزیابی مدارک تحصیلیتون هست. مثلا اگر لیسانس معماری هستید، فوق لیسانس معماری هستید، این مدارک تحصیلیتون به علاوه ریز نمراتتون رو باید برای ارزیابی برای Canadian Architectural Certification Board CACB بفرستید تا این ارزیابی انجام بشه. اگر که لیسانس معماری هستید به صورت جنرالی اپروف میشه ریز نمراتی که بچه با لیسانس از معماری در حقیقت و معماری ایران براش اپلای میکنن، مشکلی پیش نمیاد. اگر که لیسانس عمران هستید، فوق لیسانس معماری هستید، ممکنه که یک سری پیش نیازهایی بعد از اینکه این ارزیابی رو انجام دادن براتون بهتون میخوره که اون دوره هایی که معرفی میکنن رو میگذرونید و مشکلی پیش نمیاد. توی خود سایت CACB اگر برید که آدرس سایت هم میبینید گذاشتم، طول مدت زمانی که نوشته این در حقیقت ارزیابی طول میکشه up to 3 months هست، ولی در واقعیت بچه هایی که انجام دادن این پروسه رو رفتن جلو بین 6 تا 9 ماه این پروسه طول کشیده و شما باید برش زمان در نظر بگیرید. بعد از اینکه شما تاییدیه تحصیلیتون رو در حقیقت گرفتید از CACB، من الان دارم پروسه آرکیتکت شدن رو توضیح میدم، در مورد این حواستون باشه. بعد از اینکه این تاییدیه تحصیلی رو شما گرفتید باید عضو انجمن معمارای استان خودتون بشید. به طور مثال اگر در اونتاریو زندگی میکنید باید عضو اونتاریو اسوسییشن آف آرکیتکت بشید OAA. اگر که شما در استان بریتیش کلمبیا زندگی میکنید بعد عضو آرکیتکچرال اینستیتیوت آف بریتیش کلمبیا AIBC بشید،
که وبسایت هاشو اگر که ما رو از طریق یوتیوب دارید فالو میکنید میبینید، آدرس وبسایت ها رو میتونید ببینید الان روی صفحه. وارد هر کدوم از وبسایت ها بشید اطلاعات کامل و جامع و خودتون میتونید داشته باشید اونجا و ببینید. مرحله بعدی که شما بعد از اینکه عضو در حقیقت انجمن معماران استان خودتون شدید، پروسه اینترنشیپه که شما باید دنبال یه شرکت معماری بگردید که تحت نظر یه لایسنس آرکیتکت پروسه اینترنشیپ خودتون رو شروع بکنید. علاوه بر اون شرکت شما یه منتور لایسنس آرکیتکت احتیاج دارید و وقتی که این شرکت و در حقیقت منتورتون رو پیدا کردید، اسامیشون رو برای اون انجمن معماران استان خودتون میفرستید و پروسه اینترنشیپتون رو تحت اینترن آرکیتکت پروگرام IAP شروع میکنید. به طور کلی برای این دوره شما باید 3720 ساعت پر کنید که تحت کتگوری های مختلف شما باید این ساعت ها رو در حقیقت انجام داده باشید. سه تا کتگوری اصلی کتگوری A, B, C هستش که کتگوری A مربوط به دیزاین و کانستراکشنه که خودش شامل 12 تا ساب کتگوریه که هر کدوم از این ساب کتگوری ها هم ساعت های مشخص خودشون رو دارن و دقیقا مشخص شده که در هر اریا شما باید چند ساعت رو بگذرونید. کتگوری B Construction Administration که 3 ساب کتگوری داره و کتگوری C مربوط به منیجمنت هست که 2 تا ساب کتگوری داره و مابقی این ساعت ها که 760 ساعت هست بین کتگوری A و B و C تقسیم میشه. بعدش مهمترین امتحانی که شما برای آرکیتکت شدن باید بدید امتحان اگزک هست که بعد از شما بعد از اینکه 2800 ساعت از پروسه اینترنشیپتون رو رفتید جلو الیجیبل میشید برای اینکه شما با امتحان رو ثبت نام بکنید. در حقیقت مسیر استانداردش هم 2800 ساعت بعد از شروع اینترنشیپتونه که جمع کنید ساعتاتون رو بفرستید تاییدیهش رو بگیرید و بعد برای امتحان ثبت نام کنید. مسیر دیگه که برای این 2800 ساعت هست مسیر بیفا هست، Broadly Experienced Foreign Architect Program، که برای این مسیر شما باید تمام رزومه کاری تحصیلیتون رو براشون بفرستید. خیلی از در حقیقت مدارک رو از شما به ریز میخوان و در نهایت مصاحبه رو برگزار میکنند با شما که تو اون مصاحبه سوالایی از شما میپرسن، خیلی سوالات وسیع و گسترده هستش و در نهایت تصمیم میگیرن که اپروو میشید یا نمیشید. کسایی که پروسه ویفا رو پیش رفتن و از این طریق رفتن جلو، براشون خیلی در نهایت پروسه سختی بوده و در خیلی مواقع پیشنهاد نمیدن به افراد دیگه که از مسیر ویفا برن. بعضا شده که حتی به لحاظ مالی پروسه سنگین تری بوده نسبت به IAP، برای بعضی ها حتی زمان برتر بوده. بنابراین اگر که خیلی واقعا در حقیقت پورتفولیو و رزومه قوی دارید شاید بتونید تو این مسیر برید جلو و این 2800 ساعتتون رو در حقیقت پر کنید و الیجیبل بشید برای امتحان اگزکت. پس 3720 ساعت رو شما احتیاج ندارید که پر کنید تا الیجیبل شید برای امتحان. بعد از 2800 ساعت میتونید این پروسه امتحان اگزکت رو شروع بکنید. فرمت امتحان اگزک به این صورته که یک بار در سال برگزار میشه و در 2 روز متوالیه. فقط حواستون باید باشه که این یک بار در سال برای اینکه شما ساعتهای کارتون رو بفرستید و اون رو بررسی کنن و اپروالش رو به شما بدن ددلاین داره. شما تا قبل از اون تایم باید در حقیقت ساعتاتون رو فرستاده باشید یا تایم بررسی رو در نظر بگیرید که از دست ندید امتحانی که در اون سال هست. و در مورد ساعت ها هم نمیتونید مثلا فرض کنید 2800 ساعت رو نگه دارید یک جا برشون بفرستید. حالا استانداردی داره که اگر اشتباه نگم شما باید 1000 ساعت 1000 ساعت این ساعت هاتون رو بفرستید و اقبالش رو بگیرید.
یکی از منابع اصلی که توی امتحان اگزک شما باید تسلط داشته باشین نشنال بیلدینگ کد آف کانادا هستش. منابع دیگه که هستش زیاد بود، شما میتونید برید وارد وبسایت بشید و بقیه منابعش رو به صورت کامل در حقیقت نگاه کنید و داشته باشید. امتحان اگزک در 4 تا سکشن هست که در حقیقت 2 روز متوالی 2 تا سکشن 2 تا سکشن برگزار میشه و بعد از اینکه شما این پروسه رو رفتید، یعنی پروسه ارزیابی مدارکتون CACD رو انجام دادید، پروسه اینترنشیپتون رو انجام دادید، ساعتاتون رو جمع کردین، سوپروایزری که تحت نظارتش تو شرکت داشتید کار میکردید ساعتاتون رو تایید کرد و بعدش منتوری که شما گرفت در حقیقت پیدا کردین ساعتاتون رو تایید کرد و فرستادید، اپروالش رو گرفتید، امتحان اگزکت رو دادید و بعد از اون امتحان های استانیتون که حالا بر هر استان شاید تعدادش متفاوت باشه، امتحان های استانیتون هم دادید، بعد از اون شما درخواست میدید برای لایسنس آرکیتکت شدن و بعد از اینکه اپروف شد شما میتونید از تایتل آرکیتکت در کانادا استفاده کنید. تا قبل از این اگر کسی به فرض در ایران فوق لیسانس معماری بوده، لیسانس معماری بوده، به عنوان آرشیتکت در حقیقت معرفی می شده، در کانادا تا قبل از اینکه این پروسه رو تموم بکنه اجازه نداره از تایتل آرکیتکت استفاده بکنه و ممکنه براش بار حقوقی در حقیقت داشته باشه. اگر بخوام به طور خلاصه یه تایملاینی بدم که این پروسه چقدر طول میکشه، به صورت میانگین نه الزامن این پروسه حداقل 4 سال طول میکشه. هستن کسایی که این پروسه رو تو تایم کوتاهتری میرن و به صورت میانگین اگر بخوام بگم، چون کسایی هم هستن که به فرض 7 سال این پروسه براشون طول میکشه، به صورت میانگین 4 سال طول میکشه که در حقیقت این مراحلی که توضیح دادم رو شما بتونید انجام بدید و تمام بکنید. شما وقتی که با بکراند معماری، لیسانس معماری، فوق لیسانس معماری وارد کانادا میشید، بدون اینکه در حقیقت لایسنسی از کانادا داشته باشید، میتونید برای جاب تایتل هایی مثل آرکیتکچر، دیزاینر، گفتم شما نمیتونید از در حقیقت تایتل آرکیتکت برای خودتون استفاده بکنید. میتونید به عنوان آرکیتکچرال دیزاینر، آرکیتکچرال تکنولوژیست، آرکیتکچرال تکنیشن، درافتر، اگر کد بلدید، ریویت بلدید، کد مین تکنیشن، کد تکنیشن، با این جاب تایتل ها شما میتونید سرچ بکنید و برای کار اپلای بکنید. حالا یه توضیح کلی فارغ از این که تو چه رشته ای دارید ادامه میدید برای کارتون، اینو توضیح بدم که قبل از اینکه شما بخواید اصلا هر قدمی رو بردارید برای پروسه کاری توی کانادا، مهمترین چیز و قدم اول تهیه پورتفولیوی خوبه. نه قبل از اینکه شما اصلا به عنوان حالا آرکیتکتور دیزاینر یا حتی اینترن آرکیتکت که پروسش رو توضیح دادم وقتی که مدارکتون ارزیابی کردید و خواستید شروع کنید، مهمترین کار و قدم اول اینه که شما یه پورتفولیو مناسب برای خودتون باید تهیه بکنید. این پورتفولیو رو بهتر با چند نفر مشورت کنید در مورد در حقیقت شرح وظایفی که باید داشته باشید مطالعه بکنید و بتونید یه پورتفولیو جامع و کامل بر حسب اون شرکتی که دارید برش اپلای میکنید تهیه بکنید. بعد از اینکه شما پورتفولیوتون رو آماده کردین، میتونید از این در حقیقت جاب تایتل هایی که من نوشتم شما استفاده بکنید و پروسه ای که بعد از تاییدیه تحصیلی CACB شما وارد پروسه اینترن آرکیتکت میشید، اون هم دیگه پروسه خاص خودش رو داره که شما دارید شروع میکنید. در مورد Architectural Technologies توی اونتاریو گفتم شما وقتی که هنوز در حقیقت سرتیفاید نیستید، رجیستر بیلدینگ تکنولوژیست نیستید در کانادا، اجازه ندارید خودتون رو به عنوان در حقیقت ممبر آف آرکیتکچرال تکنولوژیست معرفی کنید و برای عنوان های شغلی که دارید دنبالش میگردید به عنوان آرکیتکچرال تکنولوژیست میتونید اپلای کنید. حالا اگر که شما بخواید
این پروسه رو پیش برید که در حقیقت جزء اسوسییشن آرکیتکچرال تکنولوژیست آف کانادا باشید. نیاز به بکراند معماری ندارید، یعنی تا زمانی که شما این پروسه رو که توضیح در ادامه توضیح میدم پیش ببرید، میتونید در زمینه آرکیتکچرال تکنولوژیست جلو برید و عضو اسوسییشنشون بشید و در ادامه مشغول به کار بشید. برای این موضوع آدرس وبسایتشون رو گذاشتم، اطلاعات کاملی هست که میتونید خودتون برید نگاه کنید. برای این مورد شما احتیاج دارید در کالج هایی که در حقیقت از طرف بورد آف اگزامینر اپروف شده و قابل قبول هست، این کالج ها شما دوره هاشو برید که فکر میکنم دوره های 1 سال است. بعد از اینکه شما این دوره رو رفتید که در حقیقت ترکیبی از بیلدینگ کد کانادا، بحث دراینگ هایی که ما تو ایران انجام میدادیم، بحث نرم افزارهای معماری هست که تو این پروسه کاور میشه، و بعد از اینکه این دوره رو گذروندین به شما یک در حقیقت نامبر میدن که شماره عضویت شما در انجمن آرکیتکتورال تکنولوژیست هست و شما اجازه دارید جلوی تایتل خودتون AATO رو بنویسید و کسی که در حقیقت داره رزومه شما رو میبینه متوجه میشه که شما در حقیقت رجیستر بیلدینگ تکنولوژیست هستید. برای اینکه حالا با شرح وظایف در حقیقت و ریز مسئولیت هایی که هر کدوم از اینایی که گفتم تا الان آرکیتکچرال تکنولوژیست، رجیستر بیلدینگ تکنولوژیست، آرکیتکچرال تکنیشن آشنا بشید، داخل وبسایت اگر بشید اینا رو به کامل به ریز توضیح داده. خیلی در حقیقت این شرح وظایف به کسایی که تازه وارد کانادا میشن و هنوز نوع در حقیقت رزومه نویسی و استفاده مناسب از کلمات، مثلا برای فرض تهیه نقشه ها، هنوز نمیدونن که دقیقا چه لغاتی رو میتونن استفاده بکنن، شرح وظایفی که تو این وبسایت گذاشته برای تکنولوژیست و تکنیشن خیلی میتونه به شما کمک بکنه در پروسه تهیه پورتفولیوتون. حالا چون خیلی ریز هست، من نمیدونم دوستانی که از اینستاگرام دارن فالو میکنن خب نمیتونن ببینن، ولی دوستانی که از یوتیوب دارن ما رو فالو میکنن میبینن، میتونن برن از تو وبسایت در ادامه خودشون مطالعه بکنن. پروسه بعدی که برای کسانی است که تصمیم میگیرن در استان اونتاریو در حقیقت مشغول به کار بشن، پروسه BCIN دیزاینر هست. امتحان های BCIN از طریق هامبرگ کالج برگزار میشه که در حقیقت برای شرکت در این امتحان ها شما نیاز به بکراند معماری ندارید و مادامی که شما امتحان هایی که در دزیگنیشن های مختلف هست بتونید پس کنید، میتونید به عنوان اندیویجوال کوالیفاید دیزاینر یا حتی BCIN دیزاینری که توی شرکت های معماری و کانستراکشن کار میکنن مشغول به کار بشید. شما وارد وبسایتی که گذاشتم وقتی بشید اطلاعات کاملی رو میتونید در مورد امتحان های BCIN اونجا مطالعه کنید. به صورت کلی امتحان های BCIN در 16 ایریا هست که در 4 تای اونا مربوط به لیگال و قانون میشه و 12 تای بعدی مربوط به تکنیکال هست. به عنوان مثال کسی که در زمینه معماری میخواد فعالیت بکنه، طراحی در حقیقت میخواد فعالیت بکنه، هاوس 2012، سمال بیلدینگ، لارج بیلدینگ، کامپلکس بیلدینگ که هر کدوم از اینها در حقیقت محدودیت های خاص خودش رو داره. به عنوان مثال پایه ترینش هاوس که محدودیت زیر 3 طبقه، طراحی زیر 3 طبقه، زیر 600 متر مربع داره و هر کدوم بالاتر که میاد محدودیت و محدودیت های کمتری رو شامل میشه که حالا خود کسی که میخواد در حقیقت این پروسه رو شروع کنه باید مطالعه بکنه ببینه کدوم یکی از این دزیگنیشن ها براش مناسب تر هست. و حالا مثلا کسی که تو کار اچفک هست، کسی که تو کار پلامینگ هست باید بره امتحان مرتبط با خودش رو بده. و چیزی که برای همه امتحان ها مشترک هست، از این 4 تا امتحان لیگال شما حداقل باید یک شال جنرال لیگال که در حقیقت پایه ترینش هست
باید حتما داده باشید. یعنی کسی که بخواد به عنوان ایندیویدوال کوالیفاید دیزاینر خودش مشغول به کار بشه، حتما باید امتحان لیگال رو داده باشه، به علاوه یکی از این دیزیگنیشن هایی که در حقیقت امتحان های تکنیکالی که توضیحش رو دادم. بنابراین امتحان لیگال امتحان مشترک بین همه دیزیگنیشن هاست. منبع اصلی امتحان VCIN اونتاریو بیلدینگ کد هستش، در حقیقت بیلدینگ کد استانی اونتاریو. حالا برای این امتحان VCIN بسته به اینکه شما کدوم دزیگنیشن رو میخواین امتحان بدید، میتونید وارد وبسایت بشید که آدرس وبسایتش رو گذاشتم. از این مسیری که حالا فلشش هم خود جابجا شده فالو بکنید، از منو کانستراکشن استادی گایدز، و بعد وقتی صفحه باز شد روی این کانتنت بزنید، تمامی این 16 دزیگنیشن براتون میاد و روی هر کدوم که کلیک بکنید سیلابس در حقیقت ریز سرفصل هایی که شما در اونتاریو بیلدینگ کد او بی سی نیاز دارید امتحان بدید رو میتونید داشته باشید. اگر بخوام تایملاین در مورد امتحان وی سی آی ان بدم، به خاطر اینکه دزیگنیشن ها یعنی در حقیقت 16 ایریا هست و اینا حجمشون سختی مطالبشون با هم دیگه متفاوته، نمیشه یه کلیتی رو گفت، ولی در مورد جنرال لیگال که پایه‌ترین اگر بخوام بگم، حداقل برای کسی که تایم هنوز سر کار نرفته، هنوز مشغول به کار نشده، تایم مناسبی رو میتونه بذاره برای خوندن، مینیمم 1.5 تا 2 ماه زمان رو میبره. برای امتحان های تکنیکال در مورد هاوس اگه بخوام بگم، واقعا فکر میکنم به خاطر برای امتحان هاوس تسلط تقریبا 70-80% نسبت به اونتاریو بیلدینگ کد احتیاجه و این پروسه حداقل 4 ماه برای کسی که زمان داشته باشه درس بخونه طول میکشه. حالا کسایی که میخوان این پروسه VCIN دیزاینر رو برن جلو، در حقیقت چه جاب اپورشنیتی های دارن، چه فرصت های شغلی دارن، به درد این VCIN در حقیقت به چه برای چه افرادی مناسب هست. اگر شما قصد در حقیقت کار کردن در شهرداری ها رو دارید، در سیتی ها رو دارید، وقتی که شما دزیگنیشن های در حقیقت VCIN Qualified Designer میشید، در شهرداری ها به عنوان Plan Examiner، به عنوان Zoning Examiner، در مراحل بالاتر Building Inspector، Building Code Official میتونید مشغول به کار بشید. اگر کسی حالا بر اساس شرایطی که داره، شرایط مالی مناسبی داره، کانکشن های خوبی توی کانادا داره، میتونه خودش کار بگیره، میتونه در حقیقت بیزینس خودش رو شروع کنه، ران کنه، و بعد از اینکه هم امتحان جنرال لیگال رو داد و بعد از اینکه امتحان حالا هاوس، سمال بیلدینگ، هر کدومی رو داد، اجازه در حقیقت حق امضا داره که نقشه رو طراحی بکنه به عنوان ایندیویدوال کوالیفاید دیزاینر و امضا بکنه و برای در حقیقت سیتی سابمیت کنه و پرمیت رو بگیره. بنابراین تو زمینه های هاوس، حالا رزیدنشیال بسته به دزیگنیشنی که انجام میدن، سمال بیلدینگ میتونن فعالیت داشته باشن و حتی برای کار رنوویشن هم اگر که VCIN رو داشته باشید میتونید نقشه ها رو اگر نیاز هست که تغییرات ایجاد بشه میتونن انجام بدن و در حقیقت خودشون ساین کنن و سابمیت کنن. و فرصت های دیگه ای که هستش در شرکت های طراحی هستش به عنوان VCIN دیزاینر، در رجیسترد کد ایجنسی هستش و در کانستراکشن کمپانیز، کمپانی های در حقیقت کانستراکشن که نیاز به VCIN دیزاینر دارن. در اینجا فعلا بحث آرکیتکت پروسه، آرکیتکت شدن و پروسه در حقیقت مسیرهایی که در استان اونتاریو وجود داره و میتونید برید جلو تموم شده. من یه توضیح بدم که اول از همه تو این مسیر، بعد از اینکه حالا پورتفولیوتون رو آماده کردین، مهمترین چیز اینه که هدفتون رو مشخص کنید. اون پروسه‌ای که میخواین در ادامه مسیر برید، هدفتون، اینا رو مشخص بکنید که بتونید مسیر درستی رو برای خودتون در ادامه پیش بگیرید. اگر که قصدتون اینه که در زمینه معماری و ساخت و ساز در کانادا ادامه بدید،
خیلی مهمه وقتی که شما وارد در حقیقت کارتون شدید یا بعد از اینکه از اون بلا تکلیفی اولیه در اومدین پورتفولیوتون رو آماده کردید، شروع کنید به آشنا شدن با معماری و ساخت و ساز کانادا، به خصوص اینکه ما بحث وود کانستراکشن رو توی ایران نداشتیم، ما سازه های چوبی در ایران نداشتیم و اطلاعاتی که ما در این زمینه داریم اطلاعات در حقیقت مناسبی نیست، مناسب و کافی نیست. پس این خیلی مهمه که شما شروع کنید به یادگیری سازه های چوبی، ساختار در حقیقت وود فریمینگ و سازه هایی که در کانادا حداقل برای ساختمون های هاوس و حتی اسمال بیلدینگ استفاده میشه یاد بگیرین. این شما رو خیلی توی پروسه پیشرفت کاریتون میتونه جلو بندازه. و در ادامه بحث امتحان اگزکت برای آرکیتکت شدن، شما احتیاج دارید که تسلط خوبی به نشنال بیلدینگ کد داشته باشید. برای امتحان VCIN شما احتیاج دارید که تسلط خوبی به در حقیقت اونتاریو بیلدینگ کد داشته باشید. و کسایی که حالا به عنوان آرکیتکچرال دیزاینر تکنیشن وارد بازار کار میشن، خیلی خوبه که حتی در حد آشنایی با بیلدینگ کد، نویگیت کردن بیلدینگ کد، نحوه استفاده از بیلدینگ کد برن جلو و اینا رو یاد بگیرن. به عنوان کسی که داره تو حیطه معماری فعالیت میکنه، هر چقدر زودتر شما با این مسیر آشنا بشید، با بیلدینگ کد آشنا بشید، اگر که میخواین امتحان ها رو به قصد شرکت در امتحان اگزکت یا بی سی آی دیزاینر دارید، تسلط خیلی بیشتر احتیاج دارید نسبت به بیلدینگ کد. بهتره که اینا رو در مسیرتون براش برنامه ریزی بکنید و انجام بدید. حالا الان وارد پروسه در حقیقت مسیرهایی که در بریتیش کولومبیا هست میشیم. من یه چیزی رو تاکید بکنم، این در حقیقت توضیحاتی که من دارم بهتون میدم برای آشنا شدن با چطوری شما سرچ بکنید، چه وبسایتی برید. به فرض در استان اونتاریو، در استان بریتیش کولومبیا، شما میتونید به عنوان اینتریر دیزاینر فعالیت بکنید، میتونید امتحاناشو بدید، جزء اسوسییشنشون بشید، یا اصلا برید کالج درس بخونید، یا به عنوان اربن پلنر شما توی سیتی فعالیت بکنید. توضیحاتی که من دارم بهتون میدم مشخصا برای این وبینار در نظر گرفتم که یه دید کلی به کسایی بده که در حقیقت پیش زمینه ای از کار معماری، حرفه معماری و ساخت و ساز در کانادا ندارن. در مورد آرکیتکت شدن و اینترن آرکیتکت شدن که قبلتر توضیح دادم، پروسش در کانادا یه پروسه جنرال هست و برای همه استانها یه جوره با اون حالا تفاوتهایی که استانهای مختلف دارن در امتحانشون. پروسه آرکیتکتورال تکنولوژیست شدن که تو همون وبسایت اصلی بریتیش کولومبیا، یعنی آرکیتکتورال تکنولوژیست AIBC هسته، شما اگر واردش بشید تمامی اطلاعات رو کامل گذاشته و بعد از اینکه شما این پروسه رو میرید که در حقیقت یه دانش خوب و تسلط خوبی در مورد BCBC بریتیش کولومبیا بیلدینگ کد هست باید داشته باشید، و بعد از اینکه امتحانش رو پس کردید شما دزیگنیشن آرکیتکتورال تکنولوژیست AIBC رو دارید، یعنی شما میتونید از در حقیقت ممبرشیپتون در اون اسوسییشن استفاده کنید و مشخص بشه که شما در حقیقت رجیستر بیلدینگ تکنولوژیست هستید. دوباره رفرنس های خاص خودشون داره که از تو وبسایتشون میتونید مطالعه کنید، ولی رفرنس اصلی که باید شما رو بدونید و در حقیقت دانش نسبت بهش داشته باشید BC بیلدینگ کد هست، بریتیش کولومبیا بیلدینگ کد. در مورد فرصت بعدی، مسیر بعدی که برای کسایی که حالا عمدتا نه حتما الزامن ولی میخوان توی سیتی کار بکنن در بریتیش کولومبیا، مسیر بیلدینگ اور پلانینگ آفیشیال، من تا جایی که راستش تحقیق کردم چون من خودم اونتاریو هستم، برای وارد شدن به سیتی شما مثل اونتاریو که حالا دیگه الان، حالا قبلا هم الزام نداشته ولی الان دیگه حتما باید امتحان VCIN تو دزیگنیشن های جنرال لیگال هاوس داده باشید به خاطر رقابت زیاد. برای بریتیش کولومبیا اینطوری نیست، ولی سیتی های مختلف امتحان های ورودی خودشون رو دارن که باز شما احتیاج دارید به دانش در مورد بریتیش کولومبیا بیلدینگ کد. و
بعد از اینکه حالا وارد شدید برای لول های بالا، پوزیشن های بالاتر کاری که بیلدینگ آفیشیال اور پلامینگ آفیشیال هست، شما باید امتحان ها رو پس کنید و در حقیقت عضو بیلدینگ آفیشیال اسوسییشن اف بریتیش کلمبیا BOABC بشید، یا اگر تو زمینه کاریتون پلامینگ هست بعد عضو POABC پلامینگ آفیشیال اسوسییشن اف بریتیش کلمبیا بشید، که در حقیقت این امتحان ها در لول های مختلف برگزار میشه که هر کدوم از این لول ها به پارت های خاصی از بیلدینگ کد در حقیقت نیاز داره که شما دانشش رو داشته باشید. زمانی که شما برای بیلدینگ آفیشیال سه تا، یعنی در حقیقت لول سه سرتیفیکیشن رو داشته باشید که بر اساس 4 سال سابقه کاری، یعنی امتحان هایی که شما پس می کنید لول 3 سرتیفیکیشن باشه و شما 4 سال سابقه کاری رو داشته باشید، شما میتونید از دزیگنیشنی که استفاده می کنید به عنوان رجیستر بیلدینگ آفیشیال باشه. ولی اگر شما لول 3 سرتیفیکیشن رو گرفتید، یعنی امتحان ها رو پس کردید ولی هنوز 4 سال سابقه کاری رو نداشته باشید، شما میتونید به عنوان بیلدینگ کد کوالیفاید دزیگنیشن در حقیقت خودتون رو، تایتل خودتون رو معرفی کنید. برای امتحان پلامینگ هم که دو تا لول سرتیفیکیشن هست. در مورد پروفشنال انجینیر در کانادا، مثل پروسه آرکیتکت شدن یه پروسه کلی هست در کل کانادا، حالا تقدم و تأخر داره در امتحانا. شما باید به طور کلی یه سری امتحانات تکنیکال اگزم بدید و امتحان NPPE، امتحان اصلی PNG رو بدید، که حالا در یک سری استانها اول تکنیکاله، در یک سری استانها بعدا تکنیکاله. به صورت کلی من اگر بخوام توضیح بدم، برای ارزیابی مدارکتون باید در حقیقت مدارک و ریزنمراتتون رو برای World Education Service بس بفرستید تا ارزیابیتون رو انجام بده برای پروسه پی ان شدن. کسایی که لیسانس مهندسی مثل مهندسی سازه، مثل مهندسی عمران، مکانیک، الکتریکال اینا رو دارن، همه تو کاتگوری پی ان جا حساب میشه و به صورت جداگانه اینها نیستش. کسایی که لیسانسش رو دارن بعد از اینکه ارزیابیشون رو انجام دادن، حالا یه سری امتحانات تکنیکال بهشون میخوره و میتونن ادامه مسیر رو بدن. کسایی که در حقیقت لیسانس مهندسی سازه، عمران، مکانیک، الکتریکال ندارن، یعنی بکراندشون بکراند معماری هست، لیسانس معماری هست، برای پروسه پی اچ میتونن از طریق لیمیتد لایسنس آپشن اقدام بکنن که در نهایت یه سری در حقیقت لیمیتیشن های براشون هست و برای اینکه این فرصه رو بگذرونن احتیاج دارن که 8 سال سابقه کاری داشته باشن که 6 سالش مرتبط به کاری باشه که میخوان ادامه بدن. به فرض اگر که فرض کنید مثلا معماری هستش که در ایران کار اجرایی کرده، یا اصلا حالا کار مکانیک کرده، کار الکتریکال کرده، 6 سال سابقه کاری مرتبط با کاری که قرار هست در کانادا ادامه بده براش هست. حالا برای بچه های در ادامه، برای کسایی که با در حقیقت لیسانس مهندسی مرتبط اپلای میخوان بکنن، سابقه کاری که احتیاج داره برای استان اونتاریو حداقل 48 ماه سابقه کاری نیاز دارن، که قبلا 1 سال از این 48 ماه باید حتما سابقه کانادایی، سابقه کار کانادایی در کانادا بود، ولی الان در حال حاضر این 1 سال سابقه کار کانادایی رو نیاز ندارن. ولی کسایی که در بریتیش کلمبیا هستن شرایطشون فرق میکنه و یه سری در حقیقت ارزیابی هایی هست که انجام میدن و ممکنه که نیاز باشه سابقه کار کانادایی رو بگذرونن و داشته باشن که پروسه خاص خودش رو داره. و میدونم که فناوران در حقیقت وبینارهای مختص پی اچ های تکنیکال دارن، میتونید به یوتیوبشون مراجعه کنید و اگر نیاز دارید استفاده بکنید. بعد از اینکه شما در حقیقت اپلیکیشنتون سابمیت کردید، وارد پروسه امتحان NPPE میشید، امتحان اصلی پی اچ، و بعد از پس کردن این مراحل شما میتونید به عنوان پروفشنال انجینیر به کار مشغول بشید. حالا در مورد بیلدینگ کد اصلی کانادا، کانادا بیلدینگ کد های مختلفی داره، به طور فرض در مورد فارم بیلدینگ کد داره
ولی الان بحث اصلی ما در مورد بیلدینگ کد اصلی کانادا است، نشنال بیلدینگ کد، که برای امتحان در حقیقت اگزکت برای آرکیتکت شدن شما احتیاج دارید، و بیلدینگ کد های استانی که در حقیقت شما در هر استانی که میخوایم زندگی بکنید باید بر اساس بیلدینگ کدش برید جلو، حتی سیتی با سیتی شاید متفاوت باشه، و شما نیاز به دانش خوب در زمینه بیلدینگ کد استانی خودتون دارید. دست چپ در حقیقت، حالا این تصاویر بیلدینگ کد ها امسال داره در حقیقت آپدیت میشه، تصاویر شاید تصاویر جدید نباشه. بیلدینگ کدی که در سمت چپ تصویر میبینید نشنال بیلدینگ کد هست. بیلدینگ کد های استانی در حقیقت برگرفته از بیلدینگ کد اصلی کانادا نشنال بیلدینگ کد هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنید کل بیلدینگ کد ها دو تا والیوم داره، پارت های 12 پارت داره، تقسیم بندی هاشون همه به یک صورت نویگیت کردن در کد، در کد های استانی و نشنال بیلدینگ کد به یک صورت، ولی در دیتیل با هم دیگه اینا تفاوت دارن، و شما بر اساس اینکه چه امتحانی رو دارید میدید و در حقیقت کاری که دارید پیش میبرید به کدوم یکی از این بیلدینگ کد ها نیاز دارید، باید از بیلدینگ کد مرتبطش استفاده بکنید. در پروسه من در ادامه توضیح کوتاهی که یه ذهنیت در حقیقت کلی بتونم در مورد بیلدینگ کد های کانادا بهتون بدم، من اونطوری بیلدینگ کد رو دارم براتون توضیح میدم که گفتم در حقیقت برگرفته از همون نشنال بیلدینگ کد هست، تقسیم بندی ها به یک شکل هست، در دیتیل با هم دیگه تفاوت دارن. به طور کلی بیلدینگ کد اونتاریو بیلدینگ کد ها در دو تا والیوم هستش، که در والیوم وان شما مسائل در بیلدینگ کد اکت، مسائل مربوط به لیگال رو دارید برای امتحان های لیگالی که 4 تا اریا بود و جلوتر توضیحش رو دادم، و در دیویژن سی در مورد ادمینستراتیو مسائلی که مربوط به این موضوع هست، مسئولیت های افراد مختلف، شما مطالبی رو دارید که برای امتحان های لیگال مورد استفادهتون هست. فقط این در حقیقت دو قسمت نیست، سیلابس کلی شد، باید برید از توی در حقیقت وبسایت هامبر کالج نگاه کنید و به طور کامل اگر کسی میخواد امتحان رو بده به صورت کامل در حقیقت بررسیش بکنه. و به سه دیویژن، والیوم وان به سه تا دیویژن تقسیم میشه، که قسمت اصلی در حقیقت قوانین و ضوابط طراحی در دیویژن بی هستش. خب اینجا سه تا دیویژن رو گذاشتم. دیویژن بی که برای چه هاوس، چه اسمال بیلدینگ، چه لارج بیلدینگ، برای خیلی قسمت ها حتی امتحان های دیگه استراکچر شما احتیاج به تسلط خوبی نسبت بهش داری، در 12 تا پارت هستش. قسمت پارت 9 که مربوط به هاوسینگ یعنی سمال بیلدینگ هست، در حقیقت منبع رفرنس اصلی امتحان هاوس و سمال بیلدینگ هست. حالا سمال بیلدینگ در حقیقت پارت دیگه هم بهش اضافه میشه که اونم جزء پارت های اصلیش هست، ولی به طور کلی پارت 9 به 40 تا سکشن تقسیم میشه، که یکی از مهمترین سکشن هاش در حقیقت 923 در مورد وود فریم کانستراکشن هست، در مورد سازه های چوبی در کانادا هست، که خب خیلی مهمه، خیلی استفاده میشه از بیس این در حقیقت اسکوپ طراحی برای کسایی که میخوان در اسکوپ هاوس کار بکنن یا حتی اسمال بیلدینگ، بحث وود فریمینگشون هست. و والیوم تو که در حقیقت ساپلیمنتری استاندارد ها هست، یک سری در حقیقت بخوام بگم بخش های تکمیلی هست که در خیلی جاها برای طراحی شما احتیاج دارید بیاین از این ساپلیمنتری استاندارد ها استفاده کنید، به علاوه اپندیکس که توضیحاتی که در والیوم وان نسبت به یک سری از دیتیل ها میده، توضیحات بیشترش رو شما میتونید بیاین تو والیوم تو از اپندیکس مطالعه بکنید. این توضیحات کلی که من میخواستم بهتون بدم که یه در حقیقت آشنایی و ذهنیتی در مورد مسیر کاری معماری و ساخت و ساز در کانادا داشته باشید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. بسیار خوب، خسته نباشید. خیلی خیلی ممنون از لطفتون.
خواهش لیدیا میکنم. خانم، خیلی از این خیلی از دوستان سوال داشتم، از سوالا رو میپرس شما، اگر که بتونید بهشون جواب بدید خیلی خیلی ممنون میشم. بله. گفتن البته یه سری سوالای پرسیدن که فکر کنم حالا باید ببینید که میتونید جوابشون رو بدید یا نه، چون خیلی کامل نیست. درست. گفتم برای رشته معماری داخلی شرایط به چه صورته؟ آیا اونو باید لایسنس خاصی بگیرن، کاری خاصی باید بکنن، چه جوری اون دستش؟ ببینید به عنوان اینتریر دیزاینر شما میتونید در حقیقت اپلای کنید، پورتفولیوتون رو آماده بکنید، اپلای بکنید، ولی اینکه شما بخواید جزء اسوسییشنشون باشید مسیر متفاوتیه که حالا نیاز دارید برید کالج درس بخونید و پروسه در حقیقت اینتریر دیزاین شدن رو من به جز نمیدونم که بخوام توضیح درستی در موردش بدم، ولی اوکی. شما میتونید سرچ بکنید تو اینترنت همین سر وبسایتشون. نخو بهشون دادید دیگه، فکر کنم بله آره. بسیار خوب. گفتن که طبق صحبت های شما پس باید اون تعداد ساعت در کانادا سپری بشه و با جمعآوری ساعات و تجربه کاری ایران نمیشه از این بخش اسکیپ کرد. اون ببینید بخش رو من ایشون نفهمیدم. پروسه ایشون برای فکر میکنن که آرکیتکت شدن دارن، برای پروسه ساعتهای اینترنشیپ دارن صحبت میکنن. پروسه بیفا بود که توضیحش رو دادم بر اساس تجربه کاری و در واقع تحصیلی شما هست، ولی خیلی پروسه کامل و جامعیه، یعنی اینطور نیست که شاید هر کسی موفق بشه که از این مسیر بخواد بره جلو. از طریق تجربه کار ایرانش 2800 ساعتش رو بتونه پر کنه اینجا. باز کسایی که میخوان بعد از این کسایی که در حقیقت این پروسه رو رفتن سعی کنن ارتباط برقرار کنن، کانکشن داشته باشن و سوالاشون رو دقیق تر بپرسن. بسیار خوب، عالی عالی. در مورد مهندسی هم البته قدیم این شکلی بود، الان دیگه 4 سال مهندسی که برای گرفتن پروفشنال انجینیرینگ احتیاج هستش از ایران رو قبول میکنن، ولی بای دیفالت به همه 4 تا امتحان تکنیکال اگزام میدن. این اون امتحان رو دیگه نمیشه اسکیپ کرد. توی آنتوریو بی سی خیلی سخت میگیرن، توی یه سری استان هنوز یه ذره آسان تر میگیرن، ولی عملا شما اون 4 تا امتحان رو باید بدید. حالا اینم گفتم که در تکمیل فرمایشات لیدیا خانم. بسیار خوب. میگن که با تشکر از اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قرار دادی، خیلی ممنون، لطفا راهنمایی بفرمایید برای کسی که دارای مدرک PN و PMP است برای گرفتن لایسنس خانه کوچک در اونتاریو، آیا میشه امتحانی رو اسکیپ کرد؟ نمیدونم جوابم بهشون نمیدونم هست به خاطر اینکه این پروسه رو نرفتم، شاید راهنمایی اشتباهی بکنم، ولی برای پروسه آرکیتکت شدن رو دارن میپرسن؟ نه من فکر میکنم گفتم در اسکیل هاوس، در یعنی در اسکیل های پایین تر، من فکر میکنم در حقیقت برای دیزیگنیشن های هاوس و سمال بیلدینگ بخوان. لایسنس خانه های کوچک، آن یعنی بی سی آی بله ان رو بخوان بگیرن. بله بی سی آی ان آخه 2 تا امتحان که بیشتر نداره دیگه، عملا هیچ کدومش رو نمیتونید اسکیپ بکنید دیگه. یکی فکر میکنم جنرال لیگالش هست که اصلا باید بدن و البته در مورد مثلا راست هم داره میگه، مثلا میگه که خب که من که ام پی پی رو آلردی امتحان دادم، لیگالی بسیار دید وسیع تری دارم، مثلا جنرال لیگال یه ذره چه سره، خب ولی باید ببینن جز اون 4 ایریایی که مشخص شده در امتحان های بی سی آی ان می گنجه یا نه. به آره فرض مثلا کسی که میره امتحان آفیشیالش و بیلینگ آفیشیال میده، خب جنرال لیگال دیگه احتیاج نداره بره امتحان بده، یا به درسته. فرض کسی که اسمال بیلدینگ رو امتحان میده هاوس رو دیگه نیاز نداره، دزیگنیشن هاوس رو هم بهش میدن. حالا در اینکه کدوم بهتر هست الان صحبت نمی کنیم، ولی درسته. باید ببینم اون امتحانی که دادن اصلا جزء این اریا ها هست حساب میشه یا نه. کاملا درسته. بس دوست از من و لیدیا خانم الان جواب قطعی رو نداریم، یه دیسکاشن فقط بوده، شاید فکر کسی اشتباه نکنه و جواب قطعی رو نمیدونیم. ولی من همونجوری که داشتم فکر میکردم گفتم، مثلا میگن چو 100 آمد 90 هم پیش ماست، به نظر میرسد که اون وقتی 100 رو امتحان دادم باید 90 هم قبول بشه، ولی خب حالا نظر شخصی. من الان با اوپن ورک پرمیت در کانادا هستم و مهندس عمران هستم. خب اوکی، خیلی ممنون که هستید. بعد سوال بس کرده، برای کسانی که کاردانی به کارشناسی لیسانس معماری گرفتن و کاردانیشون غیر مرتبط با معماری است، آیا می توانم برای پی ان شدن اقدام بکنم؟ خیلی دیگه اینو میخوای من جواب بدم؟ فکر بله می کنم که
فکر میکنم که انقدر بهت کورس بدن که اصلا مجبورش بری یه دونه لیسانس از اول بگیری، یعنی اصلا بری نمیارزه. و در نهایت هم خیلی محدودیت دارن در زمینه خود طراحیشون. ولی یه چیزی هم هستش، من همیشه هم اینو میگم، اگر پی ان شدن برای شما اون اصل ماجراست و اون چیز اون مقصودتونه، یعنی پرکتیس کردن از ان انجینیر، که انجینیرینگ توی کانادا معنیش اینه طراحی دیزاین و ببخشید طراحی کلکیولیشن محاسبات و آنالیز کردن. اگه هر کدوم از این حوزه تخصصیتون رو دوست توش کار بکنید و نیاز هستش که مهر پی ان رو بگیرید، بعد میگه آقا الان من شرایطم اینه، چرا اقدام نکنی؟ حتما اقدام بکن. حالا بهتون مثلا نهایتا من دیدم تا 18 تا کورس هم میدن، ولی 18 تا تکنیکال اگزام میدن. اگر که آدم دوست داره میره واسه دیگه. خیلی اون مثلا من میخوام کسی که مثلا میخوان لایسنس بیلدر بشن 9 تا امتحان باید بدن، کسی که میخواد بره مثلا هوم اینسپکتور بشه 12 13 تا امتحان میدم. خب اینا هم 18 تا امتحان، حالا یه چیز بزرگتریه دیگه. anyway ببخشید، البته دیگه خانم با اجازه شما خواهش میکنم. کیوان با میخوام بزنم که گفتم ممنون شما. خب اوکی، آقای کیوان خان رسولی میخوان صحبت کنم. سلام و ارادت کیوان جان، خیلی سلام، خوش اومد. ممنونم از وبینار خوبی که گذاشته بودین. خواهش من میکنم. میخواستم بگم که من مهندس عمران هستم، توی ایران 8 سال سابقه کار دارم، پروانه نظام مهندسی محاسبات و نظارت هم تو تهران دارم. الان با استاتوس تحصیلی برای ارشد عمران دانشگاه وینزور اومدم، بعد با این قانون جدید برای اوپن ورک پرمیت ایرانیام اوپن ورک پرمیت گرفتم. حالا میخواستم ببینم که من با اوپن ورک پرمیت میتونم درخواست عضویت پی انج بدم یا اینکه حتما باید پی آر باشم، و بله اینکه بفرمایید. اون ارشدی که اینجا میخونم برای پی انج شدن تأثیری داره یا الان میتونم اقدام کنم. اوکی، برای اول برای دوستانی که توی اینستاگرام هستن نشنان سوال، کیوان خان تازه اومده کانادا داره فوق لیسانس میخونه و میگه که من توی ایران مهندس عمران بودم، نظام مهندسی هم داشتم. فقط باید یه نکته بگم کیوان جان، شما تو کانادا مهندس هستی، اصلا تایتل مهندس رو شما نمیتونی به خودت اطلاق بکنی، شما دانش آموخته رشته مهندسی هستی تا وقتی که پروفشنال انجینیر بشه، لایسن یعنی اون پی انج و دزیگنیشن مثل آرکیتکت هم همین شکلیه. اینا یه عنوانی هستن که لیگالی بار دارن بخاطر. حالا anyway، حالا تو زبان خودمون میگیم ایشون مهندسه، میگه محمد الان من میتونم با ورک پرمیتم اقدام بکنم واسه اینکه برم واسه پی انج. بعد شما اقدام بکنید تا تایتلش الان بعضش که الان بکارید حدودا 2 سالی طول میکشه تا اون به بار بشینه. یه موضوع دیگه هم که مطرح کردن، گفتن که من اگه که فوق لیسانس مرتبط با مهندسی عمران بخونم، یعنی فوق لیسانس بله، عمران بخونم، آیا کمکم میکنه که اون 4 تا تکنیکال اگزم هست بشه؟ جوابش خیره. از 15 می سال 2023 دیگه این قانون برداشته شد، یعنی دیگه اون قسمت در حقیقت سخت ماجرا که 1 سال Canadian Experience بود رو همه اعتراض کردن برداشت، گفت پس من اگه 1 سال Canadian Experience ازتون نمیخوام، عوضش حتما همه باید ملزم باشن که 4 تا تکنیکال اگزام بدن. این علت جایگزینیش بود، این علت شما عملا نمیتوانید اون رو اسکیپ بکنید. آره، اینم از دست این. شما درد نکنه. خیلی سوال دیگه ممنونم. هم دارید؟ خیلی قربانت، ممنون. سلامت باشی، نه خیلی همین ممنون. بود، دست شما درد نکنه. عالی. خب من توی سوالای اینستاگرامم ببینم، یه سری ها گفتن که چقدر تونتون گفتید، خب مطلب زیاد بود و خیلی هم ممنون شدیم که اتفاقا لیدیا خانم تونتون گفت. ما این ویدیو رو که آپلود میکنیم توی یوتیوبمون حتما ببینید و انشالله اگر که نیاز بودش که مثلا 2 بار 3 بار ببینید، بیشتر ببینید و این حرفا، اونجا زحمتشو بکشید. یه سری هم در مورد یه لینکی پرسیدن که نمیدونم چه لینکی بوده، هی گفتن چرا یه لینکی برام بفرستید، اونم باید برید توی یوتیوب ببینید دیگه، توی اینستاگرام نتونستید ببینید. گفتن آدرس وبسایت رو بگید، که حالا اونم هیچی. اینم از این. اوکی بسیار، عملا فقط 1 سوال دیگه مونده که ممنون از همه دوستان و میگن که بهره مند شدن اطلاعات خوبتون. بسیار خوب، بس تمام، امیدوارم که مفید باشه دوستان. عالی بود. من که خیلی، من خودم راست رو بخواید یه کاری داشتم بکگراند کامل گوش میکردم، خیلی یاد گرفتم از تو، باعث افتخار بود. مرسی خانم، خیلی دوستان همگی خیلی خیلی ممنون، انشالله که موفق و معید باشید. اگر که سوالی موضوعی مطرح خواستید بشه در موردش بیشتر بدونید، به فناوران
.ca رجوع بکنید توی وبسایت اون چنل های دقیقه کامیکیشنی رو با اون پیدا بکنید. با کمال میل منتظر هستیم که بگید شما به اون بگید که مثلا دوستت با کدوم متخصص ها صحبت کنید، دقیقا بیا بهترین اطلاعات و دقیق ترین اطلاعات رو در اختیارتون